سلام، برعکس یوتیوب سوال اقتصادی هستم. امروز یه ویدیو داریم با اسکپتیک که چند تا ویدیو داشتیم، بیشتر کسی که شما همیشه درخواست میکنین و امروز برای اولین بار تو دنیای واقعی اومده بیرون و افتخار داده با من دوباره ضبط داره میکنه و میخوام با خودش آشنا بشیم. بحثی شاید وسط پیش بیاد حرف بزنیم، ولی بیشتر میخوام آشنا بشیم با خود اسکپتیک. تا جایی که من فهمیدم اسمتون هست بهمن ترکمنیان یا ترکیان. من بهمن ترکیان هستم. ترکیان. خب شما چیکار می‌کردی قبلا تو زندگی؟ من این هر روز اول که با صحبت کردم این برام خیلی جالب بود که شما چیکار می‌کردی تو زندگی؟ نوشتم. من آقایی هم که بغل اسمم نوشتم. من خودم اینقدر توی کلاواز گیر میدادم این ملت، وای وای بودم این دکتر رو برای چی تو مینویسی من بعد اسمت؟ حالا آقا جان، من اینجا دلیل داره که نوشتم. من ازم پرسیده برام اینجا به عنوان شخصیت واقعی است که اینجا موجهه، ولی نه اینجا رو اومده تو کلاواز دختر بازی کنه نشه دکتر بازن. آخه اون دیگه 8 سال درس خونده به خاطر همون اسم دکتره که بزنه دکتر شدم که دختر بلند کنه. اونا من بهش یه خورده حق میدم که بخواید دوست استفاده کنم 8 سالش که رفت درس خونده رو پس بگیره. در واقع نوعی پاور دیگه، این ابیوز و پاور نیست به نظره؟ 100%. ولی من از اقدایی هم که اگه دستم قدر بود من خورم یادم عوض میخوام اولین باری که با خانمم عاشق شدم به شوی شماره دادم گفتن که زنگ زن بگو با دکتر ترکیان کار دارم. ربطی نداره باید دختر خواهیم گیرم. من بخواستم بشه که من دکترم که مثلا اسطی باشه که مثلا من بیشتر قبول کنم. میگم عبیز و پاور دیگه. بعد دکتر تو چی هستش؟ توی پزشکی یا جای دیگه؟ من نوشتم دیگه اینجا MD-CCFP MD یعنی Medical Doctor. من آخه نمیبینم چون اسکرین من نشون نمیده. و CCFP یعنی Canadian College of Family Physician. من در واقع دکتر خانواده در کشور کانادا هست. خب حالا یه سوال، یه بنده خدایی از وقتی که 25 سالش بوده میومده پیش تو هر روز، حالا اصلا هر وقت مریض میشده یه عشق به تو بخشیده همیشه آقای دکتر، بعد الان یه این کاراکتر اسکپتیکو ببینه که مثلا یه میکنه، الان جوابت به اون چیه؟ بله، مخصوصا اگه شخصیت من در حین کار رو شما ملاحظه فرمایید بسیار بسیار متفاوته و حرف شما کاملا صحیحه. بله، سبب شوکه شدن بسیاری شدم بنده، حتی خانواده نزدیکم، چون حتی من در خانواده نزدیکم هم فردی بسیار محجوب شما معدب خیلی assertive البته در گفتگو، ولی بسیار محجوب و مؤدب و مأخوذ به حیا و اصلا سخنانی چه هیچگاه در سطح فامیل خانواده از من شنیده نشده. حالا چی شد که این اسکپتیک شروع شد؟ اولین جرقش چی بود؟ بله، من اومدم توی محیط سوشال میدیا بازنشست شده بودم، اصلا 4 سال پیش بازنشست کردم خودم رو. البته هنوز لایسنس و اینا هم به راه و احتمالاً هم برگردم بعضی وقت پارت تایم دو تا مریضم ببینیم، چون یه خورده متأسفانه جزء هویت آدم میشه یه شغلت و مخصوصا تو این سن کسی ریتایر نمیکنه در پزشکی. من در سن 55 سالگی بود تو دو در که ریتایر کردم. هیچ کس ریتایر نمیکنه در سن 55 سالگی. شما دکتری تا 80 سالگی هم نسخه میدید از ملت بیرون، بعد هم جب میزنی یه شغلی که زور بازو که نمیخواد که از این شغل ها تا دم مرگ میتونی تا وقت دست نلرز پارکینسون نلرز کنیسی اون تازه دست هم به لرز چیز میدید کانسلینگ چیز میدید جی پی سایکو تراپیست میشید. ولی اومده بودیم توی کلاب هاست بعد از بیکار بودیم و اینا یه جا بودن کلاب هاست، ما تا تو تلگرام اینو تکس میزدیم و یه جا هست حرف میزنن کلاب هاست. رفتیم اونجا دیگه چی باحاله، بعد این شخص چیز اشتباه صحبت کنن اینا، چقدر ضعیف هن این مرد و چقدر فکر کنن قوی هن و چهار تو شروع هم صحبت کنن دیدم بردان واقعا کرک و پرشون میریخت. ابتدا بودم واو، یادم
و یه دفعه یکی دو تا ایرانی که راجب کانشسنس بود اینجا رفته بودم صحبت کرد، یه اتاق بزرگی هم بود، مثلا 3-4 روز بود اومده بودن، اسمم بهمن بود و همه ترکیان بودن و که به من گفتن بهرام، اشتباه خوندم بهرام، و اونجا صحبت کردم و یا اصلا شوکه شدن مفاهیمی که راجب کانشسنس بود، تازه مثلا یارو خیلی خفن بود. بعد ایتیستا رو دیدم این برآوردم اینا همش چرت و پرت میگن. بعد که جالب بذار یه بازی را بزن، خدا مخفی کردم یه اسمی درست کردم بذارم سکپتیک، تو کلمه رو خیلی دوست داشتم، اگر سکپتیک مگزین رو من در گذشته خیلی دوست داشتم، آقای مایکل شرمر از شاگردان آقای جیمز رندی که اینسپایر شده اینسپایر شده بود، و اگر چه جالب جیمز رندی رو عکسش رو بردارم بذارم سکپتیک، بعد این عکس میمونم گذاشتم از کنم، عکس میمونم جفتش فکر میکردم. بعد اومدیم و بعد دیدیش مطرقه مسخره کردم، میمون، میمون، عکس میمون رو بردازم و عکس جیمز رندی رو گذاشتم از کنم. و شروع کردم بچه بودم بر روم بزنی و کلاب بزنی و شروع کردم چجوری یادم دادن و بعد یادم یاد اولین رومی که زدم این بود، چی بود اسمش رو فکرم این بود که آیا قرآن کلام خداست یا همچین چیزی بکنم داره؟ بعد از سبک گفتگو و کارگاهی که من داشتم در سوال و جواب که مردم چرا چنین فکر کردن خیلی جذاب بود، خیلی جذاب. مثلا اولین بار بود که من اونجا گفتم که آقا قرآن رو نمیشه ثابت کرد از طریق برهان خلف که بگی خدا فرستاده، چون در واقع اینا میگفتن که بشر که نکرده چون که معجزه است. گفتم اوکی خب چون بشر نکرده پس خدا کرده، میشه برهان خلف دیگه عملا. تو گفتم صبر کن، شما چیزای دیگه هم داری که رولات کن، شما در واقع اثباتی نداری که اینو خدا گفته، شما میگی که این که نکرده اونم نکرده اینم نکرده پس این کرده، این میشه برهان خلف دیگه. و این گفتم نه not that fast، شما ما قبول کردیم معجزه قبول کردیم پس فرا انسانی، آیا فرا انسانی یعنی الهی؟ و اصلا پشمشون روی واو برم سب کن، از کجا نمیدیم فرازمینیه قرآن اصلا ترکیده تا به حال کسی اینجوری، چون تو اونجا بلد بودن گفتن که نه معجزه است، بعد یه قسکلا هم میگفتن که نه معجزه نیست، اونا گرم معجزه نیست، من هم گفت معجزه است قبول، اصلا تکونش بدی ها به قرآن ها همینجور معجزه قبول، چه میخوای بگی؟ گفت بس خدا کرده، نه ببینید اصلا ترکیدم. یا یکی دیگه رفتن بودن که در غار حرا چه گذشت، تجربه محمد مصطفی در غار حرا چه بود، اصلا پشماشون ریخت. وقتی من پرسیدم آقا این جبرئیل که شما میگی دیدتش، شنیدتش، لمسش کرده، بوش حس کرده، تاچش کرده، اصلا ریختن به هم، هیچی نمیدونن راجع به روز بعثت. و اولین بار بود که مردم متوجه واو چه جوری میشه به قضایا نگاه کرد، و این جالب بود براشون. و اتاق من تمام تا میگه شروع تایم اتاق، ولی بعدا یه روز راجع به ایتیزم صحبت کردم، ایتیستی که اومد از این سوال بود بعد شما یا با خامنه ای بدی یا مثلا دافورش خوبه ایتیزم، دافورش خوبه دیگه، شما اگه ایتیستم دخترم میگم واو سچ اسمارت سا دین و اینا امولیه ایتیزم شیکه، گفتم یاد آفخورش خوب یا با خامنه بدی یا مثلا چه میدونم چه چیزا، و که رو عقل و منطق شما ایتیز نشد. و اولین بار بود که اونجا پوز نخواب این روز اومد کلمه رو من مجبورم به کار ببرم، کلمه رو بکارم گفتم که اینا از این ایتیست های کم کیفیت هستن، و کلمه دیگر به کار بردم یا مجبورم بگم برم این از این ایتیست های تخمی هستن. و خالفت به سنگین یا اون چه کلمه اون چه ها با کار برده اینا، و گفت این هم چه جالب کلمات زشت چیز برای مردم ایران خیلی حساسیت برانگیزه، و هم دادیم دمش دیگه گفتیم آقا اون تهش کجاست که من به احساسا گفتم من به مرگ میگیرم که به تب راضی بشم، و الان تهرمان بشنم دیگه به تب راضی شدم. خیلی موافقم، یعنی یه موومنتی شروع شد تقریبا 4 سال پیش 5 سال پیش که یهو یه سری آدم‌ها شروع کردن این متفاوت صحبت کردن،
و الان توی دنیا خیلی رایج، یعنی توی دنیا ایران یهو خیلی رایج شد. مام بابا خیلی شاکی هم، ولی بچه ها همه تو این پروگرام هم. یعنی همه دیگه اینجوری حرف میزنن و به نظر من راحت شد. یه مثلا من خیلی مثلا بچه هم خیلی ناراحت میشم، یکی به یکی میگفت، حالا من بهش اینجوری نگاه میکردم، میگفتم نگاه کن یکی از صدای تار صوتیش یه چیزی تولید میکنه، بعد یه نفر دیگه انقدر عصبی میشه میخواد اینو بکشه. من گفتم چقدر این احمقانه است، خودم بهم میگه خب مثلا گوش ندم. حالا قبل از اینکه چیز بشه، من صحبت میکردم با بهمن جون و صحبت این بود که مثلا میخوان بیان بیرون و خودشون نشون بدن. بعد من شانسی به طریق فنا یه عکسی پیدا کردم که از خود ایشون بود، بعد براشون فرستادم، گفتم فکر کنم پیدا کردی. بعد گفتم که نه پیدا نکردی. بعد امروز که بچه‌ها اول چیزی که گفت پیدا کرده بودی. من میگم من با اسم خودم اومده بودم دیگه. بچه هم میگم یه بند خدایی بود هلوسینیشن داشتید، من خواستم کمکش کنم. یه سری چیز مخصص یه چیز برام بفرسته اسمش چیه، و میگفت یو اف او اومده منو چیز کرده، ابداکتن کرده. بعد گفتم دیدیش که آره فیلمش هم داره، برام فیلمش بفرست برام اینا. بعد نمیدونم چرا من از ایمیلم استفاده کردم، گفتم که بفرست به ایمیل. بعد ایمیلم بهش دادم، اونم رفته به کسی دیگه، گفته به ایمیلش اینه. و از طریق ایمیل من و اسمی که اون چند روز ابتدایی که اومده بودم، من به راحتی شناسایی شدم. ولی میگم من که هیچ وقت نبودم. یه بارم نمیدونم یاد اول یاد مسابقه اولین باری که با هم صحبت کردیم، گفتم فکر میکنم یه استاد دانشگاهی یا دکتر یا ونکوور زندگی میکنی، ببخش یا تورنتو زندگی میکنی یا نیویورک. بله بله. بعد نگفتم. نه کاملا درست بودی. بله. البته تورنتو ایناشو من مخفی نکرده بودم، ولی دکتریشو همیشه مخفی کردم. حالا چرا اینقدر اطلاعات داری؟ این از کجا میاد؟ این علاقه است؟ علاقه. هر روز مثلا گفتی روز یه ساعت درس میخونم، چه جوری بود که به اینقدر؟ چون غیر عادیه که به یکی داشتم میگفتم داریم میای بیرون، میگفتم که اگر بفهمم AI بیشتر حذف کردنش راحت تره، چون این سری دارم گفتم AI دیگه. بله. میگفتم حذف کردنش از AI راحت تره. اتفاقا خیلی این شایعه بود که من AI هستم یا توسط تیم سایبری اسرائیل و جدن بود. مثلا یه تیم 10 نفره یه میزی هست مشاوره میده این صحبت میکنه. بله. خیلی شایعه اینا. چرا بچه بی چیز بودم دیگه، یه آدم تعمیر کاری بودم، ترابل شوتر بودم. مثلا ایراد پیگیر چیزای آروم نمیگیرفتم، هر چیزی که اشکالی داشت پیدا می‌کردم چیه علتش چیه. و اینو من در رو باسه. الان مثلا همین ستینگی که من رو میبینید الان، الان این لایتینگی که این خیلی پروفشنالی لایتینگی که الان شما میبینید، خیلی پیچ بلک بکگراند، خیلی خفنه سخت در آوردنی. من رفتم یه جایی بود از آمازون مرجونی داشت $2 چقدر یه لایت خریدم و یه زیر پرده بود $4 خریدم. ولی خود مثلا این آپتیک، شما آپتیک رو بلد باشی دیگه، لایتینگ، آپتیک، سافت لایت، اوزا خیلی داستان داره. رفتم یاد نمیگم. خیلی جالبه تو جای متفاوت اطلاعات داری، بعد اطلاعاتت سطحی نیست، یعنی خیلی دیپ صحبت میکنی تو لیولی که مثلا از اون مثلا میگم که مثلا اگه داشتی سوالی میپرسی میگه آره یه یارو سه شنبه آگست 70 مثلا 27 1975 کشش کرده. نه حافظه من خیلی ضعیفه تو اسم و شمار تلفن. شماره به خدا از مثلا 3 دیجیت بیشتر بره تو ذهنم نمیده، باید یه چک بکنم. این بعد حافظه شورت هم که از افتضاحه. چجوری این هم از قرآن بلدی؟ بلدی من هیچ اصلا نمیدونم قرآن چی نوشته دوست. نه همه تو کلاب ها سویت گرفتن. خب مثلا یه چیز داشته میگی اینو گفته معنیش اینه، بعد اشتباهش اینه. خب اونا میگن باورمنده تو مثلا تو گفتگو به میگفتم مثلا حجاب اجباری رو من اونجا فکر کنم جزو اولین نفرهایی بودم احتمالا. حالا شاید هم کسایی بودن خجالت میکشن روشون نمیشده میترسیدن بیان بگن. من اثبات کردم که اجباری در حجاب نیست در اسلام، نه تنها اجبار نیست، وجوبی هم نیست. وجوب یعنی چی؟ یعنی واجب مثل نماز باید دعوت بکنی، ولی اگه نخونی کسی هم کاری باید نداره، میری اون دنیا فقط باید چیز دادی، میشه وجود. اجبار یعنی شما اگه نکنی همین دنیا مثلا چک میزنن دیگه میشه به جریمت میکنن.
نه اجباری در حجاب وجود داره، نه وجوب حتی، و حتی نه این نه ببین حتی استحباب هم نداره، استحباب یعنی مستحب، یعنی که اگه بکنی بعد نیست، حتی اونم میتونم آرگو کنم که نیست. برای زن سال 2024 کشور ایران حجاب حتی استحباب هم نداره. من اینا از خود متن خودشون در آوردم، خود متن که آقای گلی خودش مجتهد هستن میگه که ما اصلا نمیدونیم تو چطوری اینا رو میبینی. واقعا دیدت زیباست، یعنی من خیلی واقعا مرسی از این شانسی که دادی که جزء اول کسایی باشم که با تصویر خودت افتخار رو من عزیزم باور بکن از این باید که من قبل از شما با آقای شهرام هماهنگ در کانال دیدی بگم این خود احساس شرمندگی کردم، ولی عرض کردم که اونجا به نظرم ما پلتفرم صدا چیز قهر سکوی پرشش بهتری باشه، ولی بلافاصله من الان دو ساعت بعد از اون در خدمت شما هستم. نه آره دید 10 نفر به من مسیج زدن اسکیپتی خوش نشون داد تو رو خود باش یه ویدیو بگیر الان با خودش بشین گپ بزن ببین چیکار کرده. خب شما کی موو کردی کانادا؟ چه سالی؟ من 35 سالم بود عزیزم، 34-35 سالم بود، سال 2000 اکتبر 31 2000 اومدیم کانادا. بعد شما قبلش دکتر شده بودی یا اینجا اومدی؟ بله من دکتر بودم، زندگی داشتیم، زن و بچه، همه چی مرتب، ترکوندیم اومدیم با یه لقب. خانومتون هم با هاتون اومد؟ بله بله. نه جد خانوم هم زندگی ترکوندیم. ما سکیلد ورکر اومدیم، البته البته اون زمان ها پزشک لازم نداشت کانادا، برای من سکیلد ورکر از طریق که من دکتر بودم نیومدیم. بعد ها این رو کانادا باز شد سکیلد ورکر که پزشک هم میخواد، ولی در اون زمان من به خاطر خانوم هم زحمت کشید، خیلی زحمت کشید، واقعا خیلی زحمت کشید، زمان رفت یاد گرفت، همش هم استشار من، اون نمیخواست بیاد، اون میگفت تو هر جا میری من میام، من کانادا میکاری چون تو مخواه بری من، اینقدر زحمت کشید، شرافت داشت و به خاطر من رفت زحمت رو کشید و ایشون اقتصاد خونده بود، theoretical economics خونده بودن در دانشگاه شهید بهشتی و بعد هم شهید بهشتی داشتم، بعد اونجا آشنا نشدیم با هم دیگه. چقدر جالب. خیلی جالب بود، همون روز که به شما رو دادم کدن کجایی گوه دانشگاه دانشگاهی کدن دانشگاهی کدن دانشگاهی گوه شهید بهشتی هم که لحظیزی هم دانشگاهی هستیم برای تحصیل بودن. بعد خانم هم اپلای کرد، اومدیم اینجا و بعد اینجا دیگه باید امتحان بدی و فلان بدی و خودمو کردیم تو سیستم. حالا بعد از اینکه الان اومدی خودتو نشوندی پلن چیه؟ پلن اینه که اسکپتیک وحشی رو بکشی؟ یا بله. شروع کنی دیگه با آدم ها چون که؟ نه اسکپتیک رکاک رو کشتم عملا. رکاکی اوکیه در شرایط خودش، ولی خیلی هزینه سازه واسه من، بخاطر همین کاملا رفت. همین سوال هم همین بود، خواستم ببینم که به نظرت به اندازه کافی اون کاری که میخواستی تو فرهنگ انجام بدی انجام دادی، یا به خاطر اینکه دیدی آقا اونی که فهمید اونی که دیگه نفهمید داره واسه هم در سر روش میکنه دیگه حوصله در سر ندارم. اینکه اگر که من این چنین فکرم که من تحصیل فرهنگی در کشور ایران بودم خود گراندیوزیتیه، خود زیادیه، ولی بعضی ها این اعتقاد رو دارن که بله من تأثیر گذار بودم حداقل در حدی از جامعه. اوکی کلاب هاوس اوکی، ولی اینکه شما بیایی بگی که این کورولیشن کازیشنه، یعنی که اسکپتیک باعث شده که در جامعه ایران هم در چند سال گذشته تغییر، نه البته شواهدی میارم میگم تو تلویزیون نه. برای همین من میگم که من کار خودم کردم، یه دم لابو تاثیر گرفته ده. نه یه که تاثیر اجتماعی رو داشته باشم الان بگم بسس همین برام بسس، نه اینجوری نیست و دیگه دیدم هزینه نش زیاده. بعدش هم راستش رو بخوای دوست داشتم معروف بشم تو سر تو خیابون که میرم خدا وکیلی خیلی احساس شیرینیه، یعنی انقدر خوبه که یکی میاد پیشت باهات صحبت میکنه مثلا بهت میگه دمت گرم و مرسی این حرفو مغزمو باشه. آره ببین چی شو، من 2 ماه گذشته تو یوتیوب بودم، تو یوتیوب اینستاگرام میگم کلاوز خیلی سمیه، واو کار هر کس نیست، کلاوز خدا شاهده واو میمیری کشته میشی
نظر روانی، حتی چون تصویر نیست هر کی میخواد هر چی میگیره، حتی ممکنه فیزیکلی بکشنه، خیلی سنه نفرت ایجاد میکنه، ولی روحن که میکشه صد درصد. دو ماهو جدا شده بودم و کلیپ های محترمانه تر میذاشتم تو یوتیوب، چی شد دیدم که خیلی بابا روح مردم چقدر grateful هستن، تشکر، واو، اصلا من حقا همه با فوش میدادن، همه خواستم بکشن من، ولی همه دارن تشویق میکنن، دمت گرم، تشکر، بودم is it real؟ واقعا واقعا تعجب کرده، بعد نه واقعا چه دیدن تشکر بودم، بودم خوبه که اینجوری رو خوشم اومد که ازم تعریف کنن، که تو خیابون بیان تعریف کنن. حالا بگه قبلا کم تعریف میشد، چون وقتی دکتری هر کی میبینت تشکر میکنه، همه گریتفول هم به، شاید امکانش داره میخواستی جای اونو پر کنی؟ نه این نیست، بذارید بگم از چیز دیگه است، نمیخواستم بگم دیگه، مجبورم بگم. من حالا خجالتی هستم، باور نه میفهمم، کاملا میفهمم، خیلی خجالتی، یعنی مثلا سرخ میشم بعضی وقتا. الان لپاتون گل انداخته. راست میگم. فکر کنم گرم. آه این پنکه رو باید بیارمش. یه دقیقه سر کنم پنکه رو بیارم. یه پنکه دارم اینا. پنکه رو بیارم. یه پنکه یو اس بی گرفتم. بیدارم اینجا. پایین بود بیدم صداش میاد ولی بادش نیست. من خیلی گرمایی هم. منم همینطور. یه پنکه بیارم. الان جات خواهی تو کالیفرنیا بیرون 34 درجه است. اینجا گرمتره. تورنتو که امروز خیلی گرمتره. او شما رطوبت هم دارید تازه. خیلی خیلی. حالا بله، اصلا خجالتی هم و فیم و تو چشم بودن برای خیلی خطر ایجاد میکنه. همون زمان دکتری هم خیلی اذیت میشدم. خیابون. مثلا میرفتم جاهایی که دور از نمیشناسن هم خرید میکردم. یک مدت توی شهر کوچیک کار میکردم که کانادا که بودم و خیلی اذیت میکردم. همش خانم هم میفرستدم خرید، اذیت شدم، توجه اتنشن مردم برام سخت، ولی اومدم توی کلاب هاوس، میگم همیشه فکر میکردم که مثلا لکی ننگ هستی هستم، چی دارم، چیه، چی بلدی تو، نسبت به خودم، سلف استیم هم میچنیم، فکر میکردم آدم ضعیفیه. بعد که اومدم اینجا کلاب هاوس، نه تنها ضعیف نیستی بلکه خیلی قوی هستی، و این به تدریج استیم من رو افزایش داد و الان به پوینتی رسیدی که دیگه میخوای با اون استیمت حال کنی در واقع. دوست دارم سوشالی رکگنایز بشم. یعنی تکنیکلی اگه الان برگردی با این اخلاق جدید به اون تایمی که دکتر بودی تو شهر کوچی خودت می خرید؟ بله. معلوم به خاطر همین تصمیم گرفتم دو مرتبه برگردم پرکتیس کنم پارت تایم. چون دوست دارم که مردم دوباره ببیننم تو خیابون. خیلی منم نمیدونم. حالا من داستان خودم یه کوچیک برات توضیح بدم چون فکر نمی‌کنم بدونی. من دوستای معروف خیلی زیاد دارم، یعنی شانسی تو بچه که بودم با یه آدمی دوست بودم که اینا انداب میکنن گروه زد بازی رو درست میکنن و معروفترین گروه رپ ایران و جزو یکی از اولیناش و خلاصه بزرگترین کنسرت رو اینا داشتن، یعنی خیلی آدمای گنده ای شدن واسه خودشون و من شانسی با اینا دوست بودم و به خاطر اینکه با اینا دوستم با آدمای دوست شدم و من همیشه سلف استیمم بالا بود، دوست داشتم هم دیده بشم، ولی با یکی میرفتم بیرون که مثلا علیرضا جی جی بود، خب بعد یکی میومد ما رو میدید، مثلا بهت میگم بهمن میومد جلوی ما با فاصله 40 سانتی متری وای میستاد، دو چشمه زل میزد تو چشمه علیرضا، برای 15 دقیقه باش حرف میزد و خدافظی میکردیم، ما میرفتیم به علیرضا نگاه میکرد، اگر منو میکشتن بهش میگفتن 1 میلیارد بهت میدیم، فقط بگون یارو چاق بود یا لاغر، نمیتونست بگه، یک بار منو نگاه نمی‌کرد. من اینو واسم خیلی جالب بودم، نگاه کن چقدر جالبه این فیلم که این یارو حتی حاضر نیست یک ثانیه نگاه کنه میگه کدوم حرومزاده ای بغل این یارو که من دوستش دارمه، با چه جور تایپی آدمی هنگ اوت میکنه، حتی یه بار اینجوری من نگاه نمی‌کرد. برای من خیلی واسه همیشه عجیب بود که چقدر
معروفیت جالبه، انگار مثلا مثل هیپنوتیزم بود و یه جورایی عقده شده داشتم که میگفتم میشه مثلا یه روزی من اینو خودم تجربه کنم، و الان که مثلا بعضی موقع تجربهش میکنم واقعا یه چیزیه که هیچ جوری نمیتونی به دست بیاریش به غیر از اینکه براش برای معروفیت زحمت بکشی، نه با پول میشه نه با نمیدونم کانکشن میشه. مثلا این همه آدم معروف هست، هیچکون بچه‌هاشون معروف نمیشن، خواننده بچه‌ش خواننده نمیشه، بازیگر بچه‌ش بازیگر نمیشه، نمیدونم تنیس بازی بچه‌ش تنیس بازی نمیشه، این اتفاق میفته ولی اکثرا اتفاق نمیفته. مثلا این ویسی که واقعا با برش کار کنی به وقتی بهش میرسی، یعنی حال بهتره آدم بدن شما یادت بپرسم تونستی تو کلاب هاوس معروف بشی برات به نظر خودت اچیومنت بزرگتریه یا دکتر شدی؟ کلاب هاوس همینو منم می‌خواستم بگم، ولی فکرم شما بگی قشنگ‌تر باشه چون بقیه میگن تو که تو خفه شو حقم داره. البته اون روزی که من رزیدنسی اینجا قبول شدم، رزیدنسی وقتی قبول میشی یعنی عملا دیگه همه چی یه صدی که اون صد رو رد کنی دیگه تمام دکتر میشی. اون روزی که رزیدنسی قبول شدم یادم خیلی گریه کردم و تقدیم کردم به مادر مرحومم این موفقیت رو. از اون بابت پزشک شدن هم در کانادا برام خیلی مهم بود، خیلی برام مهم بود که پزشک واقعا یه آدم هیچ که قبول ندارم و پیتزا دلیل نمی کردم. من باور میشه؟ من هم میکردم و فکر بکن که ولی من دکتر نبودم پیتزا دلیل میکردم، من 17 سالم بود. شما دکتر بودی؟ یه روز من یادم میاد توی استیک هاوس کار میکردم، باردیز استیک هاوس زیر سی ان تاور تورنتو. بعد اومدیم بود شاید 6 دلار و 25 سنت اون موقع چیز بود، مینیموم ویج بود. اومدم و یه دونه شف بد اخلاق و سیاپوس جامائیکایی هم سرم داد میزد و مسترا و بهش میگم کیچن هلپر بود. اومدم نشستم روی صندلی زیر سی ان تاور تک نشستم، شب ساعت ده چند یازده دوازده شب بود کلوزینگ، اومدیم بیرون و بعد نشد گریه بودم این بو خواب تو سر دامن تو از این دکتر خواهی تو سر کنم گریه همین سرم پایین بودم گریه میکردم اینا، دیدم که یکی دستش گذاشت رو پاهم، برگشتم بیرون رو کردم بایدم یه خانوم هست که it's gonna be okay don't worry it's gonna be okay I don't know what's happening in your mind I don't know what made you this way but it's gonna be okay just be positive it's gonna be okay. فهمیده بود که من نمیدونم از بادی لنگویج من چطور فهمیده بود که عجز رو در من دیده بود. خیلی صحنه زیبایی بود، همیشه خاطرم هست که خیلی خیلی داستانه. گفتم میشه من یه روز بیام تو این استیک هاوس به عنوان مشتری تیپ بدم به این پاسبوی. الان ببین کجایی بعد از 25 سال، کمتر از 25 سال داری. خدا رو به قول خانومه it was okay. واو چقدر دنیا بالا پایین داره، یعنی آدم واقعا نمیدونه. من خودم این که حرفایی که به بچه‌ها میزنم، مثلا بعضی موقعا تو این کانسالتیشن که دارم با یارو صحبت میکنم، یارو مثلا خیلی خوبه، اومده 5 سال از اینا اومده داره مثلا ماهی 70000 دلار پول در میاره، کش در میاره، اگه بخواد این تو تکسو دور بزنه نمیزنه، تازه اینقدر داره خوبه. بعد به شنجی که میگم ببین نمیدونی دنیا با آدم چیکار میکنه، اینقدر نمیگم امیدوارم مطمئن باشی، یعنی امیدوارم اونجوری که تو میگی باشه، ولی نمیدونی مثلا 6 ماه دیگه چی میشه. یهو با یکی داشتم اینترویو میکردم، مداشه موتور سواری میکرده، یه ماشین میپیچه جلوش، تو بیمارستان بیدار میشه بهش میگن پاتو از دست دادی، تا آخر عمرت فلجی. میدونی آدم واقعا نمیدونه. مثلا من بعضی به آدما میگم بیا بریم برای خودتون لایف اینشورنس بخرین، جوونن 25 سالشون عروسی کردن،
یا اگه پلان داریم با هم باشین برین لایف اینشورنس بگیرین که مثلا به فنا نرین اینا، بعد اصلا باور ندارن، میگه نه اصلا سرما نمیاد. مثلا نگاه کن دیگه، آقا نگاه کن لایف اینشورنس که دخلی به تو نداره که میدم به بقیه، فقط دیسابیلیتی اینشورنس اقلا بگیر. نه نه بخه، بعضی موقع مثلا یکی کاپله که میبینم شوهره کار میکنه خانمه کار نمیکنه، بعد میگم الان پلانتون چی اگه این از بین بره؟ این میگم لازمه وقتی داشتون کار میکنم ولفر. چه میشه با دیگه ولفر خدا بده برکت. وای ام سی ای انجام بگو کارهای جالبی که انجام دادی و یعنی واقعا اچیومنت های واقعا سخت، چه چیزی داری به خود جوانت بگی؟ اگه خودت تو 20 سالگی میت میکردی چی به خودت میگفتی؟ آره من خیلی بیشتر زندگیمو به چیز گذروندم که آدم بدیم، آدم ضعیفیم، آدمی هستم که you're not worth it، لکه ننگ هستی، زشتی، درازی، بعد هیکلی، درسته هیچ کدوم از این ساعت هست. من هم خوشگلم، هم شیرینم، گوگولی هم تو دل برو قبلنم پروتکتیو بزرگ واقعا، یعنی لیوان پر لیوان خالی داره، خیلی مهم آدم، چون میدونم میخندی ولی واقعا میدونم من نگاه خالی نداره، خالی میدیدم. این دیستورشنه، این دیلوژن اگه نباشه حداقل ایلوژن هست. پدر شما باید این کارو کرد؟ سوال بعد سوال بعد رفیق نابا به جان خودم، من چند وقت پیش بود با یکی از همکلاسی های زمان قدیم که دانشگاه شهید بهشتی میرفتیم، یه خانومی بود برای ریونیونی شده بود، زمان زمانی که زمان خیلی هم بدی بود، من دانشگاه اصلا اجازه نمیدن حرف بزنن دختر به سر من دیگه. بعد این دختر بگم چی شده بود، یه تماس شده و سلام حرف زدیم، تلفنی صحبت کردیم اینا. بعد صحبت چی شد که من بهش گفتم آره اون خانومه چی کار کرد، دختره چی کار کرد، اون که عاشق اون شده بود، بعد خاله زنک بازی ها اون دختره که عاشق سرش شده. و گفتم به خدا من اون موقع اینقدر اصلا بگم وای من چه شویتی من رو نگاه نمی کنه. گفت نه آقای دکتر شما اتفا قد بلن بود. گفتم خاک تو سرم نه. بخوره گفت خواهی دکتر شما خیلی خوش دید قد بلند بودی. گفتم خاک تو سر من کن اگه چیه چه فرصت هایی رزم. نمیفهمیدم من خوش دیدم، نمیفهمیدم بلند قدیم خوبه. ببین به خدا فکرم بلند، من دراز میگی درازم، میگه این خیلی بده، هرکی درازه دیگه اونو میدونه خوبه. نه ببارم دامادمون همیشه میگه و همان من یه هیکل تو رو داشتم قدش کوتاه بود ولی ورزش میگه باد بادی بیلدینگ یا گمانی سینه و قده تو رو داشته از بیرون نمی اومد و تو جیم. قدتون چقدر؟ 6.2؟ بد نی. نه نه بابا چیه اون لغلقه اونجوری بوده به خدا قوز میکردم باورت میشه به خدا تو خیابان سر اینجوری میگم که قدم کوتاه‌تر به نظر بیاد. 5'9 هم 5'6 هم 181 سانت چقدر میشه؟ 181 میشه 5'9 مثلی ها؟ 5'11 باشه با بیشتر باشه از 5'9. بله 5'11 تو من 6'2 هم که 1'90 هم اه یا ابوالفضل اصلا فکر نمی کردم فکرم کوتوله ای. واا خیلی قد بود. نه من معمولا کسی خیلی از مثلا دو تو خیابون اینا میبینم قد افراد کمی هستن از قدش از من بلندتر باشه، ولی تو فکر کنم هیچ کس نیست که از تو قد ببینی تو خیابون بری از تو قد بلندتر باشه. نه مثلا نه خیلی کم میشه، خیلی کم. خب حالا پلن بعدی الان برای این آخرین سوالمه، پلن آینده چیه برای حالا دکتر بهمن که اومده تو بازی چیه؟ فقط میفهمم میخواید تو قسمت فیم و اینا بری جلو، ولی میگم از کجا چی رو میخوای داشته باشی؟ میخوای
همین بحث سیاسی بری جلو، دینی بری جلو، همه چی. من پابلیک ادوکیتور باقی خواهم موند. فقط نمیدونم که با بهمن ترکیان MDC CFP کار کنم یا با سکپتیک وایز. اوکی، اینو هنوز حل نکردم. برای همون کاراکتر من دیزاین کردم که سکپتیک وایز باشم، با اون بیام کارو انجام بدم. دکتر بهمن ترکیانم شاید یه نقشی براش تو سوشال مدیا پیدا بکنم، ولی فعلا اگر نظر منو بپرسین من اسکپتیکو نگه میدارم، چون بهمن ترکیان یه آدم معمولیه، اسکپتیک مثل سوپر هیروه. بله، خودم راحت ترم با اون. بله، انگار لباس سوپر هیروی تو میپوشی وقتی هستی اونجا، کسی بهمن نیستی، میگه آقا من کارم اینه که اسکپتیکال باشم، یارو رو بهش توضیح بدم، ادوکیتش کنم. بله، میدونم موضوع این چیه. چون بعد از اینکه کاراکتر رو پلی کردی بعضی مدت، میاد توی خودت هم میاد، تیک اوور میکنه. بله، من خیلی عوض شدم بعد از سکپت تایسن، خیلی کانفیدنت شدم. قبل از اینکه بیای بیرون، یه سری آدم ها که رفیقات بودن احتمالاً میدونستن خودتی دیگه، مثلا مسیج میزنن به من، مثلا صدا تو شنیدم، بابا دمت گرم. از این داستان قبلش اتفاق افتاد؟ خیلی کم، خیلی کم، اغلب مخفی نگه میداشتن، اغلب فکر میکردن که مثلا این کار خجالت آور، شرم آوره و نباید به هم گفته بشه که من اونا میدونن من سکپتیک هستم. اوه چه جاله. ولی الان میفهم که عده زیادی میدونستن این موضوع، ولی به روم نمی آوردن. و همین یکی از علل اصلیش که خودم نشوندن همین بود که این قسمتی از تاریخ منه دیگه، و برای چی مخفی باشه. ما که خیلی خوشحالیم با داشتن شدیم، مرسی. نمیدونی چقدر عجیبه که برای اولین بار با تصویر تو صدات یکی میشه. این مغز داره ارور میده، چون هر دفعه که حرف زدی یه چیزی رو داشتیم مثلا تجسم میکردیم، 500 تا فیس داشتیم هر دفعه، و الان که یه فیس دیگه واقعی دیگه نمیتونی عوض کنی، خیلی واسه مثلا من که الان خیلی جالبه، هی دارم سعی میکنم میگم که اوکی این اسکپتیکه، این اسکپتیکه. احتمال خیلی زیاد این افراد این ادجاستمنت مشکل خواهند داشت برای مدتی که ببینن من کیم. من قبل از اینکه برم رو ایر امروز این چیز کوچولو درست کرده بودم که میگفت که اسکپتیک خودشو میخواد نشون، و خودم میومدم یه تیکه میگفتم که این هم شخصیت پشتشه و همین براتون بس است. اینو گفتم، اینو قبل از اینکه، آره قبل از اینکه بذارمش توی سوشال میدیا، برای چند نفر از نزدیکانی که با هم دیگه خیلی صمیمی تر شده بودیم تو کلاباس، براشون فرستادم که بگن چهره من اینه، و شوکه شده بودن همه که چگونه میتونن الان چطوری با اسکپتیک دیگه میتونن صحبت کنن. و این ادجاستمنتشون فکر کنم مدت ها طول بکشه. من خیلی خوشحالم که واقعا اپورتونتی به من دادی باهات صحبت کنم. خیلی واقعا هپی هستم که هم قبل تو داشتم هم بعد تو، یعنی هم آن حال نمیدونم، شاید یاد نباشه اولین باری که داشتیم هم صحبت میکردیم داشتی دوربین تو روشن میکردی روی اسکایپ، گفتی که دوربینمو پس بزنم الان. من گفتم من قرار نیست ببینم، گفتی ای خوب شد گفتی، حواسم نبود، روی عادت داشتی دکمه‌ش میزدی. من همیشه گفتم که نه، من همیشه ساپورتت میکنم، حتی روزی هم که اومدی گفتی میخوای بیای، گفتم نه همون یاد باشه تو سفت پیش، گفتی همین امروز ضبط کنی، گفتم نه وایسا یه خورده فکر کن شاید پلتفرم بهتری پیدا کنی. و مرسی که هم قبلش با ما بودی هم بعدش، به امید اینکه بیشتر ازت بتونیم چیز یاد بگیریم. این قضیه که شما فرمودید عجله نکن و ببین اگه اپورتونتی بهتری بود برای معرفی کردن خودت، من رو اینقدر شرمسار کرده که من همیشه مدیون شما هستم که شما میتونستی اینو نگی، ولی برای شما احترام زیاد قائلم عزیزم. نه من هیچ، من همیشه واسم مهمه که دو طرف ببرن، اگه یه طرف باشه واقعا همیشه یه چیزی میگم، حتی وقتی که تمام وجودم میدونم به ضررمه و میگم که نه، برای اینکه میخوام چیزایی درست کنم که پایدار باشه، نمیخوام اوپ یه چیزی دیدم بعدم او یه چیزی دیدم بگیرم دیگه، به من چه خودت گفتی، به من مگه من بچه‌ای، مگه من نه. آدم باید دو تا مغز یه فشاری بده، حالا یکی بیشتر میفهمه یکی کمتر میفهمه. من حالا یه کوچولو اومدم اینجا یه جمله انداختم دیگه، شما کار اصلی شما کردی. دمت گرم، مرسی از وقتت، امیدوارم تورنتو عجله ببینمت،
و به امید اینترویوهای بعدی. سوال اقتصادی